سلام خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. گوهرشناس بهاری هستم و امروز میخواییم در خصوص گارنت دمانتوئید صحبت کنیم. در خصوص خود سنگ گارنت، ما در ویدیوهای قبلی صحبت کرده بودیم در خصوص مشخصاتش، وزن مخصوصش، دریب شکستش و در انواع رنگ و نوعهایی که پیدا میشه، و امروز میپردازیم به سنگ گارنت دمانتوئید که در کشور عزیزمون ایران هم پیدا میشه. و به جز اینکه استفاده جواهری از این سنگ انجام میدن، این سنگ میتونه برای کلکسیوندارها که به عنوان سنگ‌های کلکسیونی از این سنگ استفاده میکنن هم بسیار جذاب باشه. و مورد بعدی بود که وجود داره اینه که اگر در کیفیت خیلی بالا این سنگ رو پیدا کنیم، یعنی اگر کیفیت خیلی بالایی داشته باشه، میتونه رقیب خوبی هم برای سنگ زمرد باشه. خب این گارنت های دمانتوئید میتونن ناخالصی های هورستال، ناخالصی های مجدار طلایی و یا ناخالصی های فیبری داشته باشن که گاهی اوقات این ناخالصی ها نه تنها از قیمت سنگ کم نمی کنن، بلکه قیمت سنگ رو افزایش میدن. این نوع گارنت در اوایل قرن 19 در روسیه کشف شد و در سال 1854 یک کانیشناس به نام نیلز گوستاف این گوهر رو به عنوان نوعی از گارنت آندرادیت شناسایی کرد. به خاطر شفافیت و درخشندگی فوق‌العاده و بریلیانسی فوق‌العاده‌ای که داشتش، این گوهر ظاهری مثل الماس داشت. به خاطر همین اسم این سنگ رو دمانتوئید گذاشتن. در واقع دمانتوئید ها درخشندگی و بریلیانسی بسیار بالاتری حتی نسبت به الماس و یا حتی سایر سنگ های قیمتی مثل زمرد یا کریدوت دارند. البته اینو گارنت ها با این کیفیت و شفافیت در اندازه های بسیار کوچک پیدا میشن و نمونه های بزرگ اونها وجود داره، ولی معمولا کیفیت کمتری داره. مثل همین نمونه ها که همراه با کانی میزبان هستش، عبور نور کمتری دارن و کیفیت پایین تری دارن. اشاره کنیم به معادن دمانتوئید. در ابتدا روسیه رو به عنوان تنها منبع دمانتوئید میشناختن، اما بعد از دهه 1990 اکتشافات جدید در نامیبیا، ماداگاسکار، افغانستان، کانادا، مکزیک، پاکستان و حتی ایران اتفاق افتاد و مکانهای جدیدی هم کشف شد که گارنت دمانتوئید در این کشورها پیدا شد. یک سوالی که خیلی میپرسن اینه که آیا ناخالصی هورستال در تمام دمانتوئیدها وجود داره؟ ببینید، پاسخ به این سوال به این صورت هستش که ناخالصی هورستال یا همون ناخالصی اصطلاحاً دو مذبی از بیسولیت یا کریزوتیل که معمولاً طلایی رنگن به خاطر ظاهر بلند و مواج اونها نامگذاری شده و برای مدت ها از این ناخالصی برای شناسایی دمانتوئید ها استفاده می کردن، تا اینکه در سال 2018 این ناخالصی در گارنت نوع آندرادیت قهوه‌ای نشون داده شد. به همین علت به صرف داشتن ناخالصی هورستال نمیشه گارنت های دمانتوئید رو تشخیص داد و از اون گذشته همه دمانتوئید ها هم این ناخالصی ها رو ندارن. در ویدیوهای قبلی در مورد ضریب شکست، وزن مخصوص و مشخصات کامل زمرد صحبت کردیم. اینجا اول اشاره کنم به این نکته که درسته که دمانتوئید ها ممکنه رنگی مشابه زمرد داشته باشن و حالا از لحاظ ظاهری شبیه به زمرد باشن، ولی خواص نوری، فیزیکی و مشخصات گوهرشناسی متفاوت و قابل توجهی با زمرد ها دارن. و مورد بعدی این که دمانتوئید ها پراکندگی بیشتری دارن و انکسار دوگانه ندارن. در خصوص وزن مخصوص، دمانتوئید ها وزن مخصوص 3.82 تا 3.88 و ضریب شکست 1.881 تا 1.888 و جلای آدامانتین یا الماسگونه دارن و رنگ خاکشون هم بیرنگ هستش و همچنین سیستم کریستالوگرافی ایزومتریک و سختی 6.5 تا 7 هم دارن و به رنگ‌های سبز، سبز عمیق و سبز متمایل به زرد معمولا در طبیعت پیدا میشن.
در رابطه با سوالی که پرسیده بودید که آیا گارنت های دمانتوید رو به صورت مصنوعی میسازن یا خیر، باید خدمتتون عرض کنم که معمولا دمانتوید ها رو به صورت مصنوعی نمیسازن، اما از یاگ و یا شیشه های سبز رنگ به عنوان مشابه یا بدل دمانتوید ممکنه در بازار استفاده کنن که بعضا به مشتری ممکنه اعلام کنن و یا اعلام نکنن. اما دیده شده که با استفاده از بهسازی حرارتی کیفیت رنگ و مشخصات ظاهری سنگ رو افزایش میدن. ممنون که در این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدارتون.